ابوذر میگه که گفتم یا رسول الله منو یک وصیتی کن، یک سفارشی من بکن، به من یک یاد بده، مثل که الان گفتم وصیت رسول الله اسم برنامه ماست. فرموده ایزا عملت سیئتن فتبه ها حسنتن، گفت شما اگر که یک بدی کردی، و ابوذر گفت من نصیحت کن یا رسول الله، یه چیز به من بگو، یعنی که یه چیز خوب بگو که به کسی نگفتی، گفت بدی که کردی، گناه که کردی، یه خوبی بکن تا پاکش کنه، مثلا پاک کن پاکش میکنه. باز این یه جالبه که ابوذر پرسید که حالا حسنه هم دیگه انجام دادنش برای ابوذر رضی الله عنه شاید سخت بوده همش. میگه من گفتم یا رسول الله آیا لا اله الا الله هم از حسنات است؟ یعنی من لا اله الا الله بگم اینم حسنه حساب میشه، بدی من پاک میکنه؟ پیامبر فرمود هی افضل الحسنات، این بهترین حسنات است. یعنی اگه شما نمیتونی عمل نیک انجام بدی، صدقه بدی، نماز بخونی، حتی خدمت پدر مادر بکنی، یا خیلی کارهای خوب گفتم زیاده، جهاد کنی، حج بری، میگه لا اله الا الله بگو، اینم حسن است، بدی رو پاک میکنه، زیاد بگو. و این گفتم یعنی اگه کسی دیگه اون راه رو که گفتم یعنی نمیتونه انجام بده، راهی آسان‌تر هم پیغمبر به ما یاد داده. و این حدیث آخره. ابو سعید خدری و ابو هریره رضی الله عنهما که هر دو حدیث های زیادی از پیغمبر روایت کردن، این دو نفر این حدیث هم روایت کردن که پیغمبر فرمود ان الله اصطفى من الكرام اربعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خداوند میگه چهار از حرفا، از سخن گفتن چهار چیز رو برگزید، دوست داره، افضل است، برگزیده است پیش خدا، یعنی انتخابشون کرد، الله پاک انتخاب کرده. اونا چی است؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنه و حتت انه 20 سیئه، هر کس که الله اکبر گفت 20 گناهش پاک میشه، 20 حسنه برش نوشته میشه، حسنه است، حسنه 20 گناهش هم پاک میشه. اگر الله اکبر گفت اونم همینطوره، اگر لا اله الا الله گفت سبحان الله الحمدلله، سبحان الله گفت همینه، الله اکبر گفت همینه، لا اله الا الله گفت همینه، یعنی هر کدومش 20 تا 20 تا حسنه برش میاره، 20 تا 20 تا بدی رو ازش دور میکنه. و من قال لا اله الا الله و من قال الحمدلله رب العالمین، از طرف خودش کتب له 30 حسنه و حتت عنه 30 سیئه. و الحمدلله بگی 20 تاست، اما اگه بگی الحمدلله رب العالمین این 30 تا برات نوشته میشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه بار میگی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، 80 تا حسنه برات میاد، 80 بدی تو رو پاک میکنه خدا. و فکر میکنم دیگه از این آسان‌تر کاری نباشه، میشه از اینم فکر نمیکنم دیگه. شما در یه دقیقه 20 بار میتونید این جمله رو بگید، یک دقیقه فقط، و 20 ضرب در 20 80 کن، 1600 تا حسنه کسب میکنی، 1600 تا بدی از شما دور میشه. شاید که ایمان داشته باشی که این حدیثات درسته. خب حالا بریم به سر تلفن ها. تلفن که نداریم متاسفانه، بازم خراب. آها، یک بیننده سوالی پرسید توی هفته قبل که ما صحبت کردیم در مورد فضایل علم. اون سوالش این بوده، بیننده عزیزی، ما این حدیث خونده بودیم، حدیث حالا معنیش میگم هفته قبل خوندم، که پیغمبر گفت که هر کس بیاد، فرمود که هر کس بیاد مسجد من و بخواد چیز یاد بگیره یا یاد بده، اون مثل مجاهد فی سبیل الله است،